در این بخش میخوام شما رو با انواع حملات و انواع تست‌های نفوذ آشنا کنم که توسط یک اسیکال هکر صورت میگیره. یه اسیکال هکر یا هکر قانونمند با استفاده از روش‌های زیر که کاملا هم قانونی هستن و مجوزشو دارن میتونن به اون سیستم، اون سازمان یا اون تارگت حمله خودشون رو انجام بدن. این روش‌ها شامل چیا میشه؟ حمله ریموت میشه، یعنی حمله از راه دور، فرض کنیم اون سازمان یک وب سرور، یک ایمیل سروری داره یا در واقع تجهیزات امنیتی مثل فایروال و پراکسی و روتر داره. ما باید تو اونا آسیب پذیری و باگ رو کشف کنیم و بتونیم از طریق اونا دور بزنیم این آسیب پذیری ها رو و بتونیم وارد بشیم. روش دوم روش همون ریموت هست، راه دور، اما با نوع دیالاپ. همیشه این به این صورت هست که ما قرار هست به مودم ها در واقع حمله واردیالینگ رو انجام بدیم تا بتونیم به اون سیستم نفوذ کنیم، اطلاعات به دست بیاریم. شبکه محلی مدل بعدیش هستش، یعنی این که ما به این صورت هست که فرض میکنیم داخل سازمانیم تونستیم وارد بشیم، دسترسی فیزیکی به کامپیوتر یه کارمندی داریم، حالا میخوایم ببینیم چه اطلاعاتی میشه به دست. سرقت تجهیزات مدل بعدی، اگر ما تونستیم وارد یه سازمانی بشیم، با یه کارمندی صحبت کنیم، به کارمنده بگیم یه لحظه میری واسم یه دونه قهوه بیاری، تا میره بیاره لپتاپش هم بدزدیم مشکلی نداره، پس طریق این لپتاپ میتونیم نام کاربری، پسورد و اطلاعات دیگه اون سازمان رو به دست بیاریم. پس دوستان این مواردی که دارم میگم نه یه سرقت لپتاپ که غیر قانونیه، نه، شما وقتی قرارداد می‌بندی می‌بینی که آقا من می‌خوام با هر روش مختلفی کارمندای سازمان رو تست کنم، فردا میگی آقای ایکس نباید وقتی من بهش میگم برو کاپوچینو واسم بیار بره بیاره که من لپتاپشو بدزدم، این ضعف امنیتی کارمند خودت بود. اوکی، حالا انقدرم زایه بازی نیست که مثلا بگیم یه لپتاپ دزدی میشه تا بگی مثلا بره بیاره، یه فلش بزنیم به سیستمش، فلش‌های دامپر، تا تمام اطلاعات این سیستم رو بتونیم کپی کنیم و به دست بیاریم. روش بعدی مهندسی اجتماعی هست که خب خیلی معروفه. زنگ میزنیم به اون سازمان میگم سلام، من مثلا مسئول امور مالی جدیدتون هستم، لطفاً میگیم لطفاً اطلاعات شما باید به روز رسانی بشه، من مسئول مالی جدیدم و به این صفحه برو و مجدداً شماره کارتت، نام نامخوانگی اینا رو به روز رسانی کن. به همین راحتی ما میتونیم مثلا اطلاعات این فرد رو به دست بیاریم. ورود فیزیکی هم که خب مشخصه، ما سعی میکنیم وارد اون سازمان بشیم، حالا تروجان نصب کنیم، ویروس، روتکیت، کیلاگر و بقیه، تا اطلاعات رو به دست بیاریم. اما انواع تست هایی که وجود داره چیه؟ دوستان فرض کنید ما تو وزارت اطلاعات، وزارت دفاع هستیم، همون لحظه یک نرم افزار خاصی رو میارن برای ما و میگن که سعی کنید این نرم افزار رو تجزیه تحلیلش کنید. سازمان ما میخواد انتخابات برگزار کنه، رفته مثلا یه تعداد دستگاه از چین خریداری کرده و این چینی ها سیستم انتخابات و نرم افزارشون اونا نوشتن روی اینا پیاده سازی کرده. ما نمیدونیم واقعا نرم افزار خوبه، بده، جاسوسی میکنه، آمارمون رو عوض میکنه، ممکنه مثلا انتخاباتمون دچار مشکل بشه. شما متخصص امنیت اطلاعات و پنتست هستید، میخوای اینو بررسی کنید. اما انواع روشایی که میخوای تست خودو انجام بدید چجوری؟ ما چند دسته تست داریم. یه تست بدون دانش، یعنی جعبه سیاه. ما واقعا نمیدونیم اون داخل چجوری این کد نویسی شده. نمیدونم این سیستم انتخابات چیه. فقط میدونم این طرف مثلا میزنی علی، نمیدونم حسنی، یا نمیدونم مجید فرهادی، یا امتیاز بزنی اون طرف مثلا مشخصه بدون یه رأی به دست آوردش مثلا بین آمار چه تعداد چه درصدی، فقط همینو میدونیم. داخل کد نویسی رو اصلا خبر نداریم چه اتفاقاتی داره اون پشتش میفته. این تست جعبه سیاه، تست های جعبه سیاه فوق العاده زمان بر هستن، بسیار گران قیمتن و این نیاز به زمان زیادی هستش برای اینکه واقعا ما نمیدونیم داخل سیستم چیه. باید یک لایه از لفافه یا رپر ایجاد کنیم و بذاریم برنامه اجراش خروجی های مختلفش رو چک کنیم تا ببینیم واقعا نقش جاسوسی داره یا نه، آیا خروجی هاشو میفرسته برای سروری تو ترکیه یا اینکه نه اطلاعاتو به هیچ جایی نمیفرسته، بند شده هستش. تست جعبه سفید چی هستش؟ تست جعبه سفید یعنی که اوکی آقا من یه شرکتم، یه نرم افزاری درست کردم، یک بازی پیاده سازی کردم، یه پورتالی درست کردم و اونجاست که میام میگم که
خب شرکت سالس، بیا این نرم افزاری که من طی یک سال نوشتم برای فرودگاه‌های کشور رو شما بررسی کن، تجزیه و تحلیل کن، ببین خدای نکرده این باگ نداشته باشه، من فردا اومدم این نرم افزارم فروختم به فرودگاه کشور، یه هکری اومد نفوذ کرد کل فرودگاه و هواپیما و همه چی هک بشه، آبروی من بره، من حاضرم چند صد میلیون بدم تا تو بیای، اینم کل کدای نرم افزارم بهت میدم، بیا تمام اطلاعاتش برو چک کن. بهم میگیم تست جعبه سفید، کل اطلاعات رو داریم دیگه، خیلی راحت تره، ولی خب اینم باز زمان بره. یه تست هم داریم به نام تست جعبه خاکستری، اینجوری نیست که کامل من بدونم چه خبره، یه تعداد از کدا رو به من دادن، گفتن آقا از این فانکشن ها استفاده شده، از این توابع استفاده شده، و اینم یکی دو تا دیوایس و دستگاهی که ما نمیدونیم واقعا دیوایس چیه، چه کدی زده شده، ولی خب این دو تا دیوایسی که داریم میدونیم، مثلا کداش چیه، از کشور آلمان رو میدونیم اما از کشور چین رو نمیدونیم. اینجاست که شما حالا میاید بر اساس تست جعبه سفید و سیاه کنار هم دیگه میذارید و اون در واقع سیستم رو بررسیش میکنید و در نهایت هم که باید یه گزارش درست کنید که گزارش رو ارائه کنید به اون کارفرمادون، شامل مقدمه، سی وی آی که استفاده شده، نتایج و پیشنهادهای شما جهت رفع و مشکلات امنیتی هستش. خب دوستان، فصل اول از طریق این کتاب تموم شد و به فصل دوم میرسیم. فصل اول چیه؟ Introduction of Ethical Hacker، ما اصلا معرفی میخواستیم بکنیم Ethical Hacker چیه، چی کار داره انجام میده. فصل دوم میریم روش های footprinting یا جمع‌آوری اطلاعات رو بدون یاد میدیم، حالا با استفاده از مهندسی اجتماعی یا هر چیز دیگه. قبل از اینکه بریم فصل دوم شروع کنیم، میخواییم به این فصل از روی کتاب CH ورژن 10 انگلیسی بپردازیم تا ببینیم که توی این کتاب به چه نکاتی اشاره شده که حالا تو اون بخش فارسی اشاره نشده بود. خب در این بخش داریم مثلث CR رو می‌بینیم، یعنی Confidentiality, Integrity و Availability. دو قسمت جلوش اضافه شده به نام Risk و Control. بیان میکنه که مثلا بخش Confidentiality ریسکش چیه؟ بیان کرده که این بخش شامل Lose of Privacy، این حریم خصوصی فرد به خطر میفته و در واقع اگر محرمانگی حفظ نشه ما شاهد unauthorized access to information، یعنی اگه یوزرنیم پسوردش یه کاربر قشنگ مدیریت نکنه و بیاد روی کاغذ بنویسه بذاره زیر کیبوردش بلند شه بره یا رو مانیتورش بچسبونه، یه کاربری بلند میشه میادش این یوزرنیم پسوردو میزنه و با دسترسی غیر مجاز وارد اون سیستم میشه، تموم شده رفتش. خب راهکارش چیه؟ روش کنترلیش اینه که اولا بیایم بحث آثنتیکیشن را بندازیم، سیستم احراز هویت داشته باشیم، هر کسی سری نه یوزرنیم پسورد بزنه وارد بشه، خب اصلا هم سیستم اینکریپت شده باشه داده هاش، یکی وسطه را نیاد اسنیف بکنه یوزرنیم پسورد رو به دست بیاره، و بحث اکسس کنترل داشته باشیم، یعنی با هر فردی که وارد سیستم شد بهش نگیم که اوکی تو فول ادمینی و تمام امکاناتو داری، نه مثلا این کاربر وارد شد انقدر میتونه دسترسی داشته باشه، این نمیتونه به سطح مالی دسترسی داشته باشه، این نمیتونه به کلاسه و پرونده های کاربرها دسترسی داشته باشه. مورد بعدی بحث اینتگریتی هستش، یعنی که تمامی بخش‌ها با هم دیگه ادغام بشن، یعنی مشکلی نداشته باشن. این ریسکش چیه؟ ریسکش اینه که information no longer reliable، یعنی اطلاعات دیگه واقعا قابل اعتماد نیستن. چرا؟ چون تقلب رخ داده، فراود رخ داده که توی سال 88 با این واژه زیاد سر و کار داشتیم، و بحث کنترل داریم. آقا خب من چه کار کنم که اینتگریتی انجام بشه، یعنی همه بخشای این سامانه من یک پارچه باشن؟ میگه که اوکی خب چک لیست بذار، چک بکن، کیفیتش رو بررسی بکن، بحث آودیت لاگا رو داشته باش که بخواد هر کاری تو سامانه انجام میشه لاگ بشه و ما بفهمیم آقا کی اومده چه کاری انجام داده، کی اومده تغییرات و کانفیگ رو عوض کرده. ما میفهمیم دیگه، یکی که میاد کانفیگ آنتی ویروسی فایروالی عوض میکنه و لاگ میشه، میفهمیم خود این یک پارچه بودن سیستم اون رو زیر سوال ببره. اومده یکی مثلا پورت 4293 رو باز کرد، خب این 4293 چرا باز شد؟ برای اینکه یه برنامه‌ای از بیرون میخواد از طریق این پورت وصل شه به سیستم و بکدور ما باشه. مورد بعدی بحث اویلیبیلیتیش هستش، یعنی که سیستم دائما باشه. گفتم بچه‌ها این مفاهیم ممکنه کسل کننده باشه ولی خیلی مهمه.
و اوکی، اینجا گفته که خطری که برام به وجود میاره ممکنه یه لحظه سرور داون بشه و اطلاعات اون کاربر اون خب ذخیره نشه و کانفیدنس رخ بده و ما اطلاعات رو لوز بکنیم و از بین بره. خب جهت رفع این مشکل چیکار کنیم؟ خب خیلی مهمه دیگه. پس شما میری توی بانک همون لحظه مبلغ 100 میلیون تومان میخواید کارت به کارت کنید. 100 میلیون به از حسابتون کم میشه، بعد این بانک سیستم ذخیره اطلاعاتش برق میره، دچار مشکل میشه. این تو سیستم ذخیره نمیشه که شما 100 میلیون از حسابت خالی شده، بانک 100 میلیون وارد حساب دیگه شده، بعد همچنان شما میده 100 میلیون تو حسابته. پس در واقع این وسط اطلاعات شما آپدیت نشد، 100 میلیون به حساب اون فرد رفت. مثال بزنم ما هیچی دیگه، 100 میلیون شما صاحب شدید بدون هیچ زحمتی. خب راهکارش گفته چیه؟ راهکارش گفته میخوای جلوی این مثلث و این لطمه گرفته باشه، بکاپ داشته باش، اطلاعات یه جا دیگه ذخیره بکن، دائما چکش بکن، تستش کن ببین عوض شده نشده از این. و این بود که خدمتون موارد رو بیان کردم. اون بحث مثلثی رو داشتیم که میگفتیم سه تا زل داره، سیکیوریتی، یوزابیلیتی و فانکشنالیتی. هرچی به وسط نزدیک باشیم بهتره. هرچی به هر کدوم از اینا بیشتر توجه بکنیم، سختی بیشتری برای کاربر ایجاد میکنیم. بحث اتک یا حمله رو بیان کرده. موتیویت یعنی که حرکت کنیم. یه سری متدها و روش‌های مختلفی داریم. این دوتا رو با هم ترکیب میکنیم و از والنرابیلیتی استفاده میکنیم. من والنرابیلیتی خدمتون عرض کردم، یعنی آسیب پذیری. یه دیواریه، مثلا اون قسمت پایینش به اندازه یه دونه انسان آجراشو برداشتن. اوکی، پس من اگه بخوام وارد این خونه بشم میتونم همش از این حفره وارد بشم. من که شناسایی هم نشه، متدم اینه که جلوی یه ذره بوته قرار دادم، همیشه وقتی میخوام وارد این خونه بشم بوته رو میزنم که از اون زیر وارد این خونه میشم. من دارم خیلی ساده مثال میزنم. پس به این میگیم که کسی که اتک یا حمله انجام میده، این ستار ترکیب میکنه و اتک خودش انجام میده. ما بهتون گفتیم که توی ورژن 10.3 بحث کلاود کامپیوتینگ مطرح شد. کلاود کامپیوتینگ یا محاسبات ابری یک سری در واقع میشه گفت ترت ها یا آسیب پذیری هایی هم براش در نظر گرفته شده، مثل هایجاکینگ، دزدیدن این اطلاعات، اینکه اون اینفراستراکچر API که در اختیار فرد قرار میدیم اون API مشکل داشته باشه، دسترسی نادرست به نرم افزار داشته باشیم، یکی بیاد اطلاعات ما رو به دست بیاره، اونا رو بدزده، پاکش بکنه. یه سری ریسک های ناشناس داریم و یک سری در واقع نرم افزارهای مخرب ممکنه نصب شده باشه تو اون محیط کلاودمون که دسترسی ابیوز به یکی بده، و این مشکلاییه که وجود داره. حالا اینا چی هستش، به چه صورت؟ در ادامه گفتم ما سعی میکنیم انواع روشاش رو بیان کنیم و نحوه نفوذش رو هم خدمتون بیان کنیم. برای بحث موبایل هم نوشته که اوکی، موبایل چه خطرهایی وجود داره، نتورکش اسپوفینگ بشه، فیشینگ به کار بره، اسپایور داشته باشیم و در واقع دیتاهاش لوز بشه. این موارد رو تو فصلهایی بعد خدمتون عرض میکنم. این کتاب جسته گریخته یه سری از مطالب رو بیان کرده، ولی من در جایی درستش خدمتون عرض میکنم. یعنی انواع این حملاتی که اینجا نوشته شده، نتورک ترت، انواع حملات توی لایه‌های شبکه چیه، اسپوفینگ و هایجکینگ و منینگ دی میدل و دی ان اس و آر پویزونینگ و اینا، من همه رو جلوتر خدمتون عرض میکنم. اینجا فقط اومده صرفاً نام برده که به چه صورت این حملات هستش و صورت میگیره. در ارتباط با بحث انواع هکرها، مثلا اینجا اومده گفته هکرهای بلک هت، کلاسیا، هکرهای وایت هک، کلا سفید و گری هک، کلا قهوه‌ای. بازم اومده هکرها رو دسته‌بندی کرده. هکرهایی که در واقع اسکریپت کیدل هستن، یعنی هکرهای جوجه هکر به قول خودمون، دو تا اسکریپت تو اینترنت دانلود میکنن و نرم افزار مثل سافت 7 ران میکنن و مثلا سیستما رو هک میکنن، فکر میکنن مثلا چه هکی کردن. هکتیویسم واسه خودش یه دستبندی جدا در نظر گرفته و گفته که اینا هکرهایی هستن که در واقع کارشون دیفیس کردن و نفوذ کردن به وبسایت های مختلف هستن تا خودشون رو اثبات کنن و گروهشون نشون بدن. سایبر تروریست داریم که حملات سایبری و به صورت مدیریت شده رو میان انجام میشن و این دستبندی مختلفی که اینجا در نظر گرفته. زیاد چیز خاصی نیست دوستان، اصلش همون موارد. حالا اینکه شما بدونید یه دستبندی داریم جوجه هکرها اینا، زیاد فکر نمیکنم واقعا روی سطح علمی شما تأثیری بذاره. و
در ارتباط با بحث هک توی 5 مرحله انجام میشه. فازهای هک بیان شده: ریکانسنس یعنی شناسایی، فاز بعدی فاز اسکن هستش، فاز بعدی گینینگ اکسس هست یعنی ما به سیستم دسترسی میگیریم، فاز بعدی مینتینینگ اکسس هست یعنی دسترسی گرفتیم به سیستم، سعی میکنیم دسترسی خودمون رو برای مدت ها حفظ کنیم با استفاده از بکتور اینا که گفتم. در واقع ما اینجا خدمتون همه این موارد رو توضیح دادیم، مجددا داریم اینجا یک بار دیگه بررسی میکنیم که فکر نکنید این کتاب فارسی انگلیسی با هم دیگه فرق خاصی داره. اسکن ایجاد دسترسی، حفظ دسترسی یعنی همون در واقع مینتین اکسس، و کلیرینگ ترک یعنی رد پاد و پاک کن و بزن به چاک که کسی متوجه نشه. اسیکال هکر کانسپت ان اسکوپ، انواع حوزه‌ای که تو بحث اسیکال هکر داریم چیا هستن؟ بحث‌های مختلف دنیال اف سرویس، مثلا دزدیدن اطلاعات ها، بحث حریم خصوصی و این موارد رو گفتم، در ادامه براتون توضیح میدم. اینجا مجددا نوشته فایز اف اسیکال هکینگ، انواع فازهایی که داره، فاز فوت پرینتینگ و ریکانسنس هستش یعنی ما میایم سیستم رو جمع‌آوری اطلاعات میکنیم، اسکن میکنیم، اینومریشن رو انجام میدیم، سیستم هکینگ، اسکلیشن اف پریویلیج. این 20 فازی که هستش اینجا حالا 6 موردش رو نوشته که زیاد چیز خاصی نیست، فقط اگه بخوایم یک نقشه راهه کسی که هکر قانونمند هست رو هم با هم دیگه یه بررسی داشته باشیم، این نقشه بد نیست که در ابتدا نوشته ریکانسنس رو انجام میدیم، یعنی اینکه ما میایم سیستم رو شناسایی میکنیم به روش اکتیو یا پسیو، اطلاعاتش رو جمع‌آوری میکنیم، بعد میایم سیستم رو اسکن میکنیم، با روش‌های مختلف پورتاشو چک میکنیم، سعی میکنیم ببینیم چه باگایی داره و اطلاعات مختلف رو به دست بیاریم، ببینیم سیستم عاملش چیه، چه CMSی روش نصبه، چه ورژنایی هست. بعد از اینکه اطلاعات به دست آوردیم و فهمیدیم چه باگایی داره، میایم وارد بحث اصلی و فاندامنتال هک میشیم و با روش‌های مختلف سعی میکنیم هک رو انجام بدیم، مثل در واقع انواع روش‌هایی که هستش. حالا اینجا گفته ما به یه شکلی هکر انجام میدیم، یا هکتیویسمیم یا سایبر تروریسمیم یا اینکه وایت هکیم، هکرهای کلاسیا هستیم، هکرهای کلاغقبه‌ای هستیم، با یکی از این روش‌ها میایم می‌زنیم سیستم رو میترکونیم، در واقع کلیرینگ ترک میایم رد پامون رو پاک می‌کنیم، نذاریم کسی بفهمه. و در ادامه مینتینینگ اکسس، خب ما رد پامون هم پاک کردیم و دسترسی هم گرفتیم، اینجا با دسترسی کار کنیم که ادامه داشته باشه، با روش‌های مختلف مثل رودکیت، بکدور، لانچ کردن اون اسکریپتمون و سیستمی کردن اون پروسسمون که سیستم ریبوت هم شد همچنان باشیم تو اون سیستم و دسترسی بگیریم از اون سیستم. مورد بعدی گینینگ اکسس هست، ما سطح دسترسیمون رو ببریم بالاتر، اگه تو شبکه است بیایم در سطح شبکه، در سطح سیستم عامل به اپلیکیشن نفوذ کنیم و در واقع اون اسیکال هکینگ خودمون رو انجام بدیم که هدف اصلی ما هست. هدف اصلی رو این که می‌خوایم پنتست انجام بدیم، تست نفوذ داشته باشیم، ببینیم که در واقع چه مشکلاتی داره. نکته خیلی مهمی که به عنوان یک متخصص حالا امنیت باید دقت داشته باشید، در واقع قطع کردن یکی از این زنجیراست. شما هر کدوم از این بخشا رو که بخواید، در واقع مفهومی داریم اتک این دپس یعنی دیفنس این دپس یعنی حفاظت توی عمق، هر کدوم از این بخشا رو شاخشو قطع کنید دیگه هکر نمیتونه اون هدف خودش برسه. مثلا تو بخش اسکن این کاری بتونید که طرف نتونه پورتال اسکن کنه، اینا رو جلوتر بهتون میگم. یا یعنی اینکه مثلا طرف اومد نفوذ کرد نتونه لاگشو پاک بکنه، یا یعنی اینکه اومدم نفوذ کردش نتونه سطح دستشو ببره بالاتر. این روشایی که در ادامه خدمتتون عرض خواهم کرد و چیزی بود که تو این قسمت باهاش سر و کار داشتیم. موارد دیگه ای که اینجا نوشته چیز خاصی دوستان نداره من بخوام براتون توضیح بدم، فقط بخش امنیت سامان است که میگه بیاییم از DMZ استفاده کنیم. بازم یک ایرادی که من به کتاب در واقع CH دارم ورژن هستش اینه که واقعا مطالبش دست گریخته است. شما الان اینجا بیایید خب DMZ چیه؟ یه خواهی من DMZ بذارم نمیدونید دیگه، پس این باید موارد در جای خودش باشه. توی فصل آخر بهش اشاره میکنیم که DMZ چیه، دیمیلیتارایز زون و به چه صورت استفاده بشه. پس نگران نباشید، هر چیزی که دارید اینجا می‌بینید من براتون توضیح خواهم داد و مشکلی براتون در واقع به وجود نخواهد اومد.
بحثه سیکیوریتی پالیسی هست، پالیسی های امنیتی ما میبینیم تو ایمیلمون، توی وصل شدن ریموت، توی پسوردامون، در واقع توی سطح شبکه، در سطح کاربرها، تو سطح فایروال، تو سطح دسترسی، تو همه اینا ما باید بیایم در واقع امنیت رو برقرار کنیم، پالیسی های امنیتی در نظر بگیریم. یه نمونه مثال من بزنم تو این زمینه، مثلا یوزر اکانت پالیسی. کاربر رو مجبورش میکنیم هر 3 ماه یک بار رمزش رو عوض کنه و رمزش باید بین 8 تا 15 کاراکتر باشه. توی بخش پسورد پالیسی، پسورد باید حتما شامل حروف ناخوانا باشه، مثل @ امپرسند و شا، و اینکه در واقع این پسورد باید شامل حروف کوچیک و بزرگ و اعداد باشه. میخوام بدون بگم در واقع دوستان با در نظر گرفتن یه سری از این پالیسی ها، یعنی پالیسی چیه؟ مجموعی از اصول و قواعد که باید پایبند باشیم بهش، بیایم امنیت رو تضمین کنیم که یه فردی نتونه فردا ما رو هک کنه. یه سری هم در واقع بحثای امنیتی داریم توی محیط فیزیکی دیگه، همه چیز سایبر سیکیوریتی نیست، فیزیکال سیکیوریتی هستش. شامل این که ما CCTV داشته باشیم، دوربین داشته باشیم، لب در سیکیوریتی گارد محافظ داشته باشیم، فنس و وال داشته باشیم که نتونه فرد راحت وارد بشه، توی در واقع دپارتمان ها اتاقای مختلف داشته باشیم، هممون واحد مالی و تجاری و نمیدونم کارمند و مدیر عامل همه توی اتاق و یه جا نباشیم. یکی اومد حمله تروریستی کرد به این ساختمون نفوذ کرد، مثلا حمله ای که به مجلس صورت گرفت، آقا یکی از اتاقای مجلس رو تونستن بگن به همه بخشا که نتونستن نفوذ کنن. که بخشای آلارم داشته باشیم، یکی اومد مثلا آتش سوزی شد نفوذ کرد هشدار بده، بعد اسکرای بیومتریک داشته باشیم، یعنی این که من اومدم نگهبان یه جوری کشتمش وارد شدم خواستم وارد این در بشم، میگه اوکی اثر انگوش بزن، اثر انگوش ندارم که، و تجهیزات امنیتی لازم رو جهت خاموش کردن و اطفای حریق هم داشته باشیم. به اینا میگیم در واقع برقراری امنیت فیزیکی، فیزیکال سیکیوریتی، که این موارد رو من قبلا توی سایت دوستان تحت عنوان دوره آموزش امنیت بیان کردم، نیازی نیست که دیگه مجددا اینجا بیان کنم. بچه Vulnerability Assessment هستش، انواع روش های در واقع نفوذی که هستش تحت عنوان اکتیو، پسیو، هاسپیس، اینترنت، اکسترنال، وایرلس و اپلیکیشن که من خدمتون عرض کردم که ما با روش‌های مختلف میتونیم به اون سازمان نفوذ کنیم و بخوایم چکش کنیم ببینیم مشکل داره این سازمان یا نه. و در واقع متدولوژی هم به این صورت هست که ما می‌خوایم به یه سازمانی ببینیم واقعاً آسیب پذیری داره، شبکه‌اش مشکل داره یا نه، که بیایم اونو تشخیص بدیم، آنالیزش کنیم، ارزیابیش کنیم، گزارش براش تولید بکنیم و بخوایم حالا بهش نفوذ کنیم. اینم سیکلیه که در واقع باید طی بشه تو این زمینه. اینم نقشه ای راهش هستش که به این صورت بیان کرده که ما باید اینجوری بریم جلو. بحث تست نفوذم که پنتریشن هستش، به این صورت بیان کرده که ما باید به چه نکاتی در واقع دقت کنیم، بخوایم ببینیم نکات امنیتیش چیا هستش، اینا اومدن از چه تجهیزاتی استفاده کردن، مثلا فایروال داره، IPS داره، IDS داره. Vulnerability Assessment هست که ببینیم آقا این ما از چه روشایی میتونیم نفوذ کنیم، چه اکسپلویت هایی داریم، چیا موجود هست. و Penetration Test هم هست که انواع روش ها رو بیم تستش کنیم. تست های مختلف رو بیان کرده، تست جعبه سیاه بلک باکس، تست جعبه گری یعنی خاکستری گری باکس، و تست جعبه سفید وایت باکس هستش که خدمتون عرض کردم. انواع فازهای پنتست چی هستش؟ یه پری اتک فاز داریم، یه اتک فاز، یه پست اتک فاز. پری اتک فاز یعنی قبل از اتک ما بیایم اطلاعات رو جمع‌آوری بکنیم و اینا. اتک فاز همون فاز حمله مون هست که دیگه هم روشی که میشه حمله بکنیم. پست اتک فاز هستش که در واقع بیایم حالا گزارش تولید بکنیم. اونطوری که دارید می‌بینید این روش اوله، در واقع ما با هر روشی بیایم اطلاعات رو جمع‌آوری بکنیم از اون سازمان، شبکه، شرکت. فاز اتک اینه که بیایم از هر روشی که به ذهنمون میرسه اکسپلویت و مهندسی اجتماعی اینا نفوذ کنیم. فاز آخرم پست اتک هستش که ما بیایم در واقع اطلاعات مختلف رو کنار هم بذاریم، بگیم شرکت چه باگایی داشته و در واقع
گزارشش رو تولید کنیم و به اونا بدیم. و سیکیوریتی تست متدولوژی‌های مختلفی که در واقع استفاده میشه جهت بحثای امنیتی، اینجا میتونیم شاهدش باشیم که متدولوژی LPT هست که برای خود همین شرکت ایسی کانسیل استفاده میشه، متدولوژی OWASP هستش، یعنی Open Web Application Security Project هست، میتونیم از اون استفاده بکنیم جهت تست کردنمون و حالا تستای دیگه‌ای که تو این زمینه هست. از این موارد هم گذر میکنیم چون ببینید مفاهیم خیلی اینجا زیاده. بحثای امنیتی، قانونایی که حالا وجود داره، حالا تو هر کشوری متفاوته، چه ایزوهای، استانداردهایی باید رعایت بشه تو بحثای امنیتی و اینا هم به کار ما نمیادش دوستان. و میرسیم به چپتر دوم. خب دوستان، رسیدیم به فصل دوم آموزش. فصل اول تموم شد. من فقط قبل از اینکه بخوام ادامه بدم میخوام یک مروری داشته باشم به اینکه تو این فصل چیا یاد گرفتیم. برگردم اون چیزی که حالا یاد گرفتیم، در ابتدا آشنایی با مفاهیم اصطلاحات بحث هک بود، اینکه متوجه شدیم که واقعا بحث هکر قانونمند چی هستش و انواع مراحل تست نفوذ چجوریه، مراحل هک چی هستش، انواع اصطلاحاتی که تو بحث هک داشتیم، نمیدونم vulnerability، target، نمیدونم CVE، انواع هکرها رو باش آشنا شدیم، هکرهای کلا سفید، کلا سیاه، انواع حملاتی که داریم در واقع، حملات داس، حملات بافر اوورفلو، مهارتایی که حالا لازم هست این رو من یادم باشه الان خدمتتون عرض کنم، و بررسی قانون جرایم سایبری رو داشتیم، اینکه چه وبسایت هایی در واقع مثل سیکیورتی فوکوس یا وبسایت اکسپلویت دی وی، اینا میان در واقع اکسپلویت دی وی رو هم من بنویسم براتون، اینا میان باگ های مختلف رو در واقع قرار میدن و شما میتونید از این باگ ها استفاده بکنید برای بحث مرحله نفوذ به سیستم. اینکه نفوذ به سیستم شامل 5 مرحله بودش خدمتتون عرض کردم. اینجا می‌بینید الان توی وردپرس ورژن 5 توی بخش کراپ ایمیجش اومدن یک باگ شل آپلود پیدا کردن و اسپلویتش هستش به زبان PHP و با نوع ریموت میشه واسه شد و در واقع تیک ویش خورده، یعنی وریفای شده اوکیه اگه شما خواستید از این اسپلویت استفاده بکنید. دانلود اکسپلویتش هست، شما میتونید اکسپلویت رو دانلود کنید ببینید 4-5 یعنی همین امروز گذاشته شده و vulnerable application در واقع این تیکش نخورده که اینجا حالا به ما بگی که چه اپلیکیشنی. من اینجا واردش میشم و میبینید که بله، این وبسایت اکسپلویت دی بی معروف ترین وبسایتی که حالا انواع اکسپلویت ها رو چه این 10 ساله قرار داده و شما میتونید ببینید استفاده کنید از این اکسپلویت برای نفوذ کردن به در واقع وردپرس ورژن 5. منظور از نفوذ کردن اینه که بخواید یک تصویری رو آپلودش کنید و اون تصویری که دارید آپلود میکنید به جای اینکه عکس باشه در واقع فایل تروجان شما باشه و بتونید دسترسی بگیرید، چل اکزیکیوشن بگیرید و بخواید حالا نفوذ کنید، مستی فیس انجام بدید و بقیه، که در واقع با استفاده از متا اسپلویت میشه این کار رو انجام داد که این قسمت بالا بهش اشاره کرده. خب اما متا اسپلویت چی هستش؟ من این رو توی کالی خدمتون عرض خواهم کرد که به چه صورت با متا اسپلویت، آرمیتیج و بقیه کار میکنیم و میتونیم از همین روش ها استفاده کنیم جهت هک کردن یک وبسایت وردپرسی ورژن 5. خب البته یک سری از باگای دیگه هم داره که شما تو اینجا مراجعه کنید، در واقع دستبندیاش رو ببینید که تو چه دستبندیایی هست. یه قسمت خیلی جالبی که داره بخش پیپرش هست، مقالات آموزشی امنیت خیلی خوب و عالی قرار میده که من توصیه میکنم حتما بخونیدش، متخصصین مختلف نوشتن تحت عنوان مثلا ریموت execution white paper چیکار بکنید، اصلا نحوه نفوذ به چه صورت، جدیدترین متدای نفوذ چیه، جدیدترین روش‌های جلوگیریش چجوریه، مثلا برای وردپرس ورژن 5 نوشته ریموت کد execution به چه صورت هستش.
و خیلی واقعا عالیه. اگه تو وبسایت‌های ایرانی دنبال این هستید که بخواید این روش ها رو به دست بیارید، باید بدون بگم که هرگز به دست نخواهید آورد، چرا که اطلاعاتی که حالا تو وبسایت ایرانی وزن هستش مال 2 الی 3 سال قبله، نه این مال امروز که حالا اومده یک مقاله امنیتی نوشته و حتی رایگان شما میتونید راحت استفاده کنید و بخواید از اون در واقع تو زمینای لازم به کار ببرید. خب اینم در ارتباط واسه معرفی کردن وبسایت‌های مختلف، سکیوریتی فوکوس رو معرفی کردیم، اکسپلویت دی بی رو معرفی کردیم. حالا نحوه استفاده کردن از این باگ‌ها بماند خدمتتون عرض خواهم کرد. و واسه قوانین جرم سایبری رو با هم بررسی کردیم و در انتها می‌خوام به مهمترین سوال توی این دوره فعلا پاسخ بدم. اونم اینه که من می‌خوام یه هکر بشم. چی باید یاد بگیرم؟ روک و راست به من بگید که من باید چی یاد بگیرم. دارم این دوره آموزشی رو میام با شما جلو و فعلا تا اینجا رسیدم. باید برم کد نویسی یاد بگیرم؟ باید فیلم دیگه ای ببینم؟ کتاب دیگه ای بخونم؟ چی کار کنم؟ چشم. دوستان ببینید، برای اینکه شما بخواید یک هکر بشید واقعا یه رودمپی داره، یه نقشه راهی داره. مثلا همون رودمپی که داشتم بدون نشون میدادم تو زمینه بحث هک کردن هکر استیکال. اولین چیزی که باید بلد باشید این که تمام مفاهیم شبکه رو بلد باشید. یعنی این که بدونید آقا شبکه چیه، تجهیزات شبکه چیه، فایروال چیه، آی پی اس چیه، آی دی اس چیه، آی پی چیه، لایه‌های مختلف شبکه چیه، انواع کابلایی که تو شبکه، توپولوژی‌هایی که استفاده میشه چیه، همه اینا رو بفهمید. به این میگیم یه جمله. من اینو واسهتون تو پینت بنویسم که بهتر متوجه بشید. پس گامایی که باید انجام بدید این هستش که در واقع من اینو بزرگترش هم می‌نویسم. باید چه چیزهایی رو ما بلد باشیم برای اینکه بگیم ما یک هکر هستیم در واقع. گام اول این هستش که نتورک پلاس رو بلد باشیم. اگه نتورک پلاس رو ما در واقع بلد باشید این هستش که حداقل چیزی که یه هکر بلد هست رو پیش اومدید. این نتورک پلاس. آموزش نتورک پلاس توی وبسایتمون هست دوستان. کافیه به سایت مراجعه کنید، این قسمت بالا بنویسید شبکه، یا اصلا فارسی بنویسید نتورک و آموزش نتورک پلاس براتون میادش. واردش بشید، آموزش رایگان ببینید و لذت ببرید، تمام مفاهیم رو هم یاد بگیرید. پس این آموزش نتورک پلاس. خب گام بعدی چی هستش؟ گام بعدی برای اینکه بخواید یه هکر بشید این هستش که در واقع OS رو به خوبی بشناسید. ما سیستم عامل های مختلفی داریم، ویندوز، لینوکس، مک، انواع توزیعاش، همه رو بدونید، نحوه کار کردن با اونا رو بلد باشید. مثلا میگیم کالی لینوکس، بدونید کالی لینوکس از دبیانه. دبیان چجوری میتونید توش یه پکیج نصب کنید؟ حالا اینا رو من تو دوره بدون میگم ها، ولی کلا دارم بدون نقشه راه رو میگم. به چه صورت هستش، چجوری میتونید باش کار کنید و اینا. فردا بهتون گفتم آی پی دون عوض کنید تو سیستم دون بلد باشید. میگم مک رو تغییرش بدید، فهمیدید تو نتورک کلاس مک چیه، اینجا میتونید مک دون عوض کنید. چرا مک و آی پی رو باید عوض کرد؟ که فردا گیر افتادید با مک و آی پی تقلبی باشه، کسی نفهمه که در واقع از این سیستم مثلا توی تهران داشتید تک خودتون انجام میدید. پس باید به مفاهیم او اس سیستم عامل آشنا باشید. میریم مورد سومی که در واقع برای هکر شدن دون نیاز است که شما بلد باشید و آگاهی ازش داشته باشید. مورد سوم این هستش که بیاید در واقع انواع حملات رو باهاش آشنا بشید. یعنی چی؟ یعنی اینکه شما بدونید همین الان وقتی میگیم CH یا دوره CISSP میاد میگه که لایه اول شبکه حملش چیه، لایه دوم شبکه حملش چیه، لایه سوم تا لایه هفتم. تمام اینا رو برای خودمون یه جزوه بنویسید، دسته‌بندی کنید، بدونید چه جوری هستش. خب من فهمیدم لایه مثلا دوم رو میتونیم به مک حمله کنیم، تو لایه سوم میتونیم در واقع به آی پی حمله کنیم و یه آی پی جعلی بذاریم. خب با چیکار کرد؟ باید بیایم مثلا با استفاده از فلان ابزارها شبکه رو بیایم اسکنش بکنیم و با این ابزارها بیایم در واقع به شبکه اکسپلویتش رو استفاده بکنیم و نفوذ کنیم. خب این اکسپلویتایی که داره استفاده میشه،
اینا نیاز به برنامه‌نویسی داره؟ بله. خب من چه زبانی برنامه‌نویسی باید بلد باشم؟ من میگم برای شروع کار زبان‌های برنامه‌نویسی سمت سرور بک‌اند رو میتونید بلد بشید، مثل PHP، ASP، پایتون و در واقع زبان روبی و زبان‌های دیگه. اینا رو میتونید یاد بگیرید. الزامی همه رو بلد باشیم؟ خیر، ولی اگر بلد باشید بهتون کمک میکنه. من الان اومدم وارد سایت اکسپلویت دی بی شدم دوستان و اومدم تو قسمت وردپرس یه باگی رو دیدم و به زبان PHP نوشته شده. خب شما اگه زبان PHP بلد نباشید میتونید از این اکسپلویت به راحتی استفاده کنید. میدونید مثلا سوپر نوشته یعنی چی، دف نوشته یعنی چی، اینکلود نوشته یعنی چی؟ نه نمیدونه. خب پس همینجا بهتون میگم که شما همون اسکیپ کیدی هستید، یعنی جوجه هکر هستید، چون دارید از این نوع آماده استفاده میکنید. خب پس چیکار کنم؟ بعد زبان برنامه‌نویسی یاد بگیرید. آموزشش هست؟ بله آموزشش هست. شما آموزش PHP برمی‌سید توی وبسایت مثلا آموزش PHP هستش، میتونید یاد بگیرید. میخوام بهتون بگم دوستان هک دنیای خیلی گسترده ایه، صرف این نیست که شما یه علمی رو یاد گرفتید و من خدای هک شدم. خیلی هم تو باید دانش‌های مختلف به دست بیارید، ولی برای شروع کار نیازی نیست. شروع کار فعلا ماما بیایید جلو، در انتها بدون میگم، بعد برای اینکه حرفه‌ای شید برید سراغ این علم ها. زبان های مختلف هک برای اینکه بخواید چل بنویسید، چل اسکریپت بنویسید، اینا زبان سی و زبان C++ رو باید بلد باشید. بعضن زبان C# هم میخوان یاد بگیرن، اونم مشکل نداره بلد بشید، ولی بیشتر اسکریپت هایی که نوشته میشه به زبان سی یا زبان در واقع پایتون هستن که نوشته میشن. و اگر توی این وبسایت اکسپلویت دی بی هم شما سر بزنید بخواید چکش کنید، خواهید دید که در واقع پلتفرم PHP ویندوزی، ویندوز ها به زبان سی اکثرا هستش و ما میتونیم اینجا فیلتر کنیم، فیلتر پلتفرم رو بزنید، میگه که زبان‌های مختلفی مثل آرم، اندروید، آلفا، ASP، ASP-X، ببینید چقدر زبان BSD، CFM، CGI، FreeBSD، جاوا، جیسون، JSP، لوا، اصلا نمیرسه عمر شما Node.js که بخواید این همه زبان، پرل، PHP، پایتون، این همه زبان یاد بگیرید. مطمئن باشید هیچ وقت عمرتون نمیرسه. خب چی کار کرد؟ دوست عزیز، هکم که میگن دستبندی داری نیست که مثلا میگی من خدای هکم تو همه زبان، نه، یکی دو تا زبان یاد میگیرید، تو اون یکی دو بخش کار میکنید. اصلا خود هک دستبندیه، یکی میاد تخصصش مثلا روی در واقع شبکه‌های لوکاله، یکی میاد تخصصش هک از طریق ریموت و شبکه‌های در واقع مختلفه و حالا پورتای مختلف جهت هک هستش، اینم تگای مختلفیه که در واقع حالا استفاده کردن جهت حملاته که شما ببینید مثلا حمله CSRF XSS LFI RFI نمیدونم مالور بوده، MSF بود و از این حرفا، انواع حملهایی که هستش، SQL injection و بقیه که اینا رو هم خدمتتون در ادامه توضیح خواهم داد. این پورتا بعضن مربوط به چه باک هایی میشن و اینا. خب پس نقشه ای راه هک رو بهتون گفتم، اول نتورک کلاس، بعد با سیستم عامل آشنا میشید، بعد کامل انواع حملات رو شناسایی میکنید چیا هستن، تو هر لایه چه حملاتی وجود داره که تو این CH ما همه اینا رو میخوایم بهتون بگیم، داریم تک تک میریم جلو، فعلا شروع نکردیم. تو این 20 فصل میخوایم بگیم آقا وای فای چیه، چه حملاتی داره، نمیدونم اینترنت اشیا چیه، چه حملاتی براش وجود داره، راههای امنیتیش چی هستش، بعدش ابزارهایی که استفاده میکنیم برای هک تو محیط کاری معرفی میکنم، لول نهاییش اینه که خب شما زبانهای برنامه‌نویسی رو یاد بگیرید، خودتون این ابزارهای هک رو بنویسید. آقا من میخوام یه وبسایتی مثل ناسا رو هک کنم که نیستش آموزشش تو اینترنت، که باد یاد گرفتم، به ناسا نفوذ میکنم، اکسپلویت براش مینویسم، هکش میکنم. نوشتن اکسپلویت زبانهای خاصی داره که خدمتتون اینجا عرض کردم. پس این نقشه ای راه یه نفری که میخواد هکر بشه. و نکته مهم، دائما علمتو به روز کن. من الان نمیگم تو سایت اکسپلویت دی بی کلی مقاله است، بشین مقاله رو بخون، هر روز باید بشینی زمان بذاری. کسی که میخواد هکر بشه کلی اطلاعات داره دوستان، از دورهای مختلف سویچ و روتر گرفته، مثلا CCNA بلده، CCNP بلده، CCNA سیکیوریتی بلده،
اینا چیه؟ دورهای مختلف سویچ روترهای در واقع میکروتیک داریم، سویچ روترهای در واقع سیسکو داریم. مثلا دورهای مختلف MTCNA برای میکروتیک هستش. اینا دورهای در واقع آشنایی با سویچ روترهای سیسکو هستش. خب چرا اینو باید بلد باشید؟ میخواید به شبکه نفوذ کنید، شبکتون میبینید که یک فایروال داره، اون فایروال هم در واقع اومدن از سویچ های روترهای میکروتیک استفاده کردن، روترهای میکروتیک آپدیت نشد و OSش یه باگ داره، شما میتونید به صورت ریموت وصل بشید کد اجرا کنید. خب پس باید نحوه اجرای کامند با میکروتیک رو بلد باشید، اصلا دیده باشید روتر میکروتیک چجوری کامند میزنن، چجوری وصل میشن، چه نرم افزاری داره اینا. دورای آموزشی هر کدوم اینا جداگونه بیرون برگزار میشه، چند میلیون تومان پول هر کدوم از این دورا هستش. اینا حدهای نهایی هستن که بخواید کار کنید. یکی میگه آقا من نمیخواستم شبکه کنم، در حد یکی دوتا سایت بزنم بسنه. پس دنیای هک دنیای خیلی گسترده است، همینطور با دانشای مختلف به دست بیارید. ولی خب شروع کار با ما بیایید جلو تا بعدش بهتون بگم چی کار باید بعد از این دوره انجام بدید. این هم فصل اول بود و تمامی مفاهیم و مواردی که واقعا لازم بود و تجربه خودم بود خدمتون عرض کردم. دوستان دورهایی که نوشتم من خودم همشو گذروندم. این نیست که فکر کنید من مثلا اومدم دوتا کتاب خوندم یه فایل پی دی اف فارسی واسه اون توضیحم تموم شه بره، نه. من 5-6 ساله دارم کار میکنم، از دورهای مایکروسافت گرفته مثل MCITP تا دورهای در واقع سیسکوی گرفته CCNA, CCNP, CCNA Security اینا و دورهای میکروتیک گرفته که با دستگاهش کار بکنم و فایروال های مختلفی که حالا وجود داره مثل در واقع فایروال F5, فایروال جونیپر و فایروال های دیگه که اینا استفاده میشه توی شبکه. با ساختار IPS و IDS ها آشنایی کامل دارم، کد نویسی تحت وب رو کار کردم، با PHP کار کردم، پایتون کار کردم، C++ کار کردم، C# کار کردم، با نتورک پلاس و OS و CH و CISSP و تمام این موارد آشنایی کامل دارم و بخش نفوذ رو خدا رو شکر تا حالا انجام دادم. این نیستش مثلا اگر نفوذ نکردم چرا. و الان که اینجا هستم میخوام تجربیات خودم رو به شما منتقل کنم و بدون بگم به چه صورت شما میتونید تبدیل به یک هکر حرفه‌ای بشید. فقط باید با من پیش بیاید، تلاش کنید، پشت کار داشته باشید و انشاءالله که موفق خواهید شد.